مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. یه احساس مشخص وقتی می از یه رمان مشهور فیلم ساختن اینه که آدم گیج میشه. شاید از هنرپیشه یه نقش بدمونم نیاد شاید خیلی هم خوشگل باشه. موضوع اینه که ما این شکلی تصورش نکرده بودیم. هیچ فکر نکردیم آنا کارنینای تولستوی یا ستیونز رمان ایشیگورو یا مریان داشوود رمان جین یا گتسبی اسکات فیتزجرالد این ریختی باشن. اولش که رمانو خوندیم الزاما هیچ ایده ثابتی راجع به قیافه اینا نداشتیم. هویتشون رها بود از استبداد چهره ها. آزاد بودیم تمامیت بدون مرزشون رو ببینیم چون مجبور نبودیم سفت و سخت تجسمشون کنیم. ظاهرشون سیال بود و بنابراین تار بود تا بهتر به این تکسر مجال بده. چون یه شکل خاص نبودن میتونستن خیلی چیزا باشن. معذب شدنمون تو سینما نماد دردیه که خیلی شدیدتر یه جای خصوصی حسش میکنیم. تو آینه دستشویی و در مورد خودمون. اینجا هم میشه آدم به صورت تو آینه نگاه کنه حتی فرزن از خودش متنفرم نباشه هر یکم متنفره خلاصه این آدم تو آینه نگاه میکنه و فکر میکنه اجزای صورتم از خیلی جهات اصلا شبیه حس درونیم نیست درست مثل شخصیت رومانا ما خودمون رو در تاریکی خودمونی ذهن میشناسیم اینجا مرز سفت و سخت و نتیجهگیری محکم نمی کنیم درباره اینکه ممکنه چه کسی باشیم به خودمون میدان عمل وسیع میدیم. میدونیم هزار تا مود مختلف داریم. میدونیم که ملغمه حیرت آوری هستیم از مهربونی و خودخواهی، بی اخلاقی و شرافت، گیجی و روشنی زمیر. میدونیم که احتمالات بی پایانی تو خودمون جا دادیم اینکه که همزمان هنرمند، دروگر، حسابدار، بچه، رئیس جمهور، دیوونه، مرد، پسر، دختر، زن، دلفین، زرافه، ماهی عروس و رقاص باله هستیم تقریبا هر فرم حیات که سر برآورده و روی زمین نفس کشیده تنینی در وجود ما داره پس چه عجیب که مجبور باشیم تو آینه نگاه کنیم و یه صورتک بخواد با پخمگی بشه نماینده ای ما با یه جست خاص، یه دماغ جدی، یه جفت گوش معقول و دو تا لب محتاط. این احساسای گیج کننده اول تو نوجوانی میاد سراغ آدم. اگه مرتب دیدین ما روی کاناپه رفتیم تو هپروت یا برای والدینمون قاطی میکنیم یا یه پیرن گلگشاد سیاه و افسرده پوشیدیم تعجب نداره. چرا که تازگی و شاید واسه اولین بار فهمیدیم که جسممون از دید دیگران چریختیه و عجب بد قفسیه چون قبلش فکر میکردیم مثل ابرها از تعاریف آزادیم یا مثل سه نقطه در پایانی جمله چهرمون همونقدر واسه خودمون عجیبه که واسه یه خواننده رمان که به جای یه شخصیت توی کتاب خورده به پست یه هنرپیشه همین جوری هالیوود یه بابایی داره نقش ما رو بازی میکنه و شاید ما دوست نداشتیم نقشمونو بدن به این. گاهی آدمو نصیحت میکنن چجوری با این و از کنار بیایم. یاد بگیر سرنوشت تو دوست داشته باشی و کسی که با این بدن شدی. باید با حق شناسی و ذوق و شوق به خودمون نگاه کنیم و بدنمون رو هدیه طبیعت بدونیم. ما خوشگلیم. حالا هر حسی داریم. باید خودمون رو بغل کنیم. تو این نصیحت حسن نیت هست و سر جای خودش خوبه ولی یه فلسفه تلخترم هست که میشه امتحان کرد میتونیم به تصویر تو آینه نگاه کنیم و یه پوزخند عصبی اصیانگرانه بزنیم انگار بگیم این بابا که خودم نیست هیچ وقت دیگم من نمیشه به جای که بخوایم به حس معذب شدن اولیه غالب بشیم میتونیم نگهش داریم و ازش یه جور مرام و مسلک درست کنیم میتونیم بخشی از هویتمون رو بر پایه نپذیرفتن شجاعانه و گستاخانه هدیه طبیعت بنا کنیم. خب هدیهش رو زیاد دوست نداریم دیگه. مثلا کینگزلی ایموس نویسنده بدنش رو سبعانه اینطور توصیف میکنه. احمقی که من پنجاه سال بهش زنجیر شدم. ما هم میتونیم جسممون رو یه هنرپیشه مبتزل و ابله تصور کنیم که یه تهیه کننده خبیس تلویزیون به طرز عجیبی تصمیم گرفته ما رو بهش زنجیر کنه. ما به این آدم هیچ لطف و وفاداری بدهکار نیستیم. میشه به جسم مثل یه تاکسی فکر کرد که دنیا با وقاحت ما رو چپونده توش. این اون اتولی نیست که ما به دقت انتخاب کرده باشیم. حقمون این نبوده. این روی کرده تسلیم ناپذیر یه سبکدلی رهایی بخش همراه میاره. دیگه لازم نیست دل مشغول این فکر باشیم که سیرت و صورتمون یکی نیست. دیگه میدونیم که واقعا یکی نیست. به دنیا هم میگیم یک عالم آدم خنددارتر و غمگینتر، باهوشتر و سادهتر، تر، تر و زنونه تر در وجودمون هست که زور میزنن تا بیان بیرون. همزمان میتونیم درکمون از تفاوت صورت و سیرت رو به دیگران هم تعمین بدیم. دیگه ظاهر آدما رو نوعی حقیقت گویا در موردشون فرض نمی کنیم. میدونیم که اونا هم احتمالا مثل ما از بدن و چهرهشون ناامید شدن. اینجوری شاید زیبایی رو جایی پیدا کنیم که کسی سراغشو نگرفته چون داریم با چشمای جدید و نافستری نگاه میکنیم که ورای حجاب چهره و تن رو میبینه و مهمتر از همه برای خودمون و دیگران حس همدردی می کنیم به خاطر بیعدالتی وقیهانه این بخت آزمایی چهره ها که همه مجبور بودیم توش شرکت کنیم. لطفا با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.